دکتر منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در شرق آمریکا. آقای دکتر، درود بر شما. سلام بر شما، متشکرم. مقاله بسیار خوبی از شما منتشر شده که من از دوستان خواهم خواست که نشون بدن در این تارنما، در تارنمایی که Middle East Eyes منتشر شده .net. نگاه متفاوتی از به روی مسئله 28 مرداد داره و مسئله کودتای 28 مرداد. شما در اون عنوانش اشاره میکنید که خب برای آوردن، میگین که خارجی ها این کار کردن ولی مردم ایران باید به شکست های خودشون، به اشکال های خودشون هم نگاه بکنن. از همینجا آغاز کنیم آقای دکتر، چرا با این نگرش از این زاویه وارد شدید؟ در این 64 سال گذشته نویسندگان ایرانی، آمریکایی و بریتانیایی که مواضع کاملا مترقی دارند و منتقد سیاست خارجی آمریکا بودند، اینها واقعا یک ادبیات وسیعی را برای افشای کودتای 28 مرداد تولید کردند. خود من دو کتاب، یکی راجع به مطبوعات آمریکا و مصدق و یک کتاب دیگه راجع به امپریالیسم آمریکا در گذشته ها منتشر کردم که این مسئله کودتا درش مطرح شده. اون چیزی که برای من جالب بود دیدم که در این 64 سال ما یک کتابخونه که بسیار قابل احترام، بسیار لازم در رابطه با افشای این که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا طراحان و مهندسین کودتا علیه یک دولت دموکراتیک در ایران بودند، مطالب وسیعی نوشتیم. ولی در تمام این ادبیات وسیع یک سوال اساسی مطرح نشده و اون اینه که چرا این کودتا اینقدر آسون و ارزون موفق شد، اگرچه شخصیت‌ها و نویسندگان و تحلیلگرانی بودند که حتی پیشبینی چنین کودتایی رو می‌کردند و می‌گفتند که ما باید آماده باشیم که اگر این کودتا بخواد به انجام برسه در برابر اون مقاومت بکنیم. و بعد به طور کلی این که مقصودم این نیست که برگردیم الان ما رو تلویزیون مسائل اوضاع احوال 64 سال قبل رو تجدید تحلیل بکنیم، ولی میگم وقتی آدم چه در زندگی خصوصی چه در زندگی اجتماعی وقتی آدم شکست میخوره و حتی اگر دلیل اصلی این شکست یک خارجی باشه، ولی سوال اساسی برای اینکه یاد بگیریم از این شکست، بگیم که چرا ما آسیب پذیر بود، ضعف ما چی بود که این کودتا موفق شد. متأسفانه من اینو به طور کلی ارتباطش میدم به فرهنگ سیاسی ایران که ما همیشه مسائلی که در جامعهمون پیش میاد، این مسائل رو همیشه میخوایم منابع خارجی براش پیدا بکنیم و مسئولیت خودمون رو تقلیل بدیم و یا حتی توجهی بهش نکنیم. استعاره‌ای که در اونجا ازش استفاده کردم نگاه به آینه است، نه به این معنی که ادبیات افشاگرانه کودتا مهم نبوده، بسیار مهم بوده، ولی واقعیت امر اینه که در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، کشورهای بزرگ که از نظر نظامی و اقتصادی و سیاسی قدرت دارند، اینا همیشه سعی میکنند که در امور داخلی کشورهای دیگه در پی برآوردن اهداف منافع اقتصادی، امنیتی و حتی ایدئولوژیک خودشون فعالیت کنند. این یک واقعیتیه که قبل از پیدایش آمریکا وجود داشته، الانم وجود داره و در آینده قابل پیش بینی هم وجود خواهد داشت. سوال اساسی اینه که در برابر این واقعیتی که در دنیا وجود داره، کشورهایی که طرفدار استقلال، آزادی، دموکراسی هستند چه مقاومت‌هایی درست می‌کنن. اون به نظر من اونجاست که جلوی این به تمایلات خارجی میتونه گرفته بشه. و بعد تنها این نیست که بخوایم به اون بپردازیم. ما اگر بین 28 مرداد و انقلاب 79 میومدیم و این ضعف‌ها، آسیب پذیری های نیروهای چپ و لیبرال ایران، و لیبرال ها رو من میلیون لیبرال، سوسیال دموکرات ها و نیروهای چپ، یعنی نیروهایی که اگر ما در ایران انتظار دموکراسی داشته باشیم،
انتظار سیاست خارجی داشته باشیم که از رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران دفاع بکنه، این نیروها باید با هم ائتلاف بکنن، یعنی با همدیگه سازش بکنن، از مواضع حد اکثری خودشون کوتاه بیان. اگر اینها بخواد به دلیل تندروی های ایدئولوژیک و یا ضدیت با یکدیگر یا بی اعتمادی با یکدیگر، اختلافات اجتناب ناپذیری که وجود داره، اینها رو بخوان ادامه بدن، باز این نیروها آسیب پذیر. یعنی این تشتت از هم مثلا حزب توده در 27 ماه دوران دکتر مصدق قوی ترین و مهمترین حزب ایران بود و یه عده ای از به اصطلاح روشنفکران مملکت و علاقمندان به کشور رو جذب کرده بود به خودش. این حزب در اون موقع مصدق رو چی میگفت؟ میگفت سگ زنجیری امپریالیسم. و بعد این و یا اینکه ملیون نسبت به توده ها و یا حزب توده و گروه های مختلف، به هیچ وجه نمیخوام تاکید رو روی یک گروه خاص بذارم، ولی در اون زمان تشتت این نیروها وضعی ایجاد کرده بود که دولت مصدق آسیب پذیر شده بود. این تشتت اجازه نمیداد که دولت و یا یک ائتلاف مجموعه این نیروها که به رفاه و امنیت و حیثیت ایران در اون موقع علاقمند بودن، اینها بیان و در مبنای پیشبینی هایی که راجع به دخالت خارجی یا کودتا میشه برنامه هایی داشته باشن. اگر ما حتی بعد از این ماجرا استفاده کرده بودیم از این، مطالعه کرده بودیم، درس هایی یاد گرفته بودیم از این آسیب پذیری و شکست، بعد سال 79 باز دوباره همون تشتت. مثلا وقتی بازرگان نخست وزیر شد، گروه های چپ فکر کردن که خطر بزرگی که مواجه اوناست بازرگانه و یا جبهه ملی و غیر زاله. باز در اینجا نیروهای چپ و نیروهای ملی تشتت بسیار وسیعی درشون بود و کسانی که در 28 مرداد نقش اساسی در شکست مصدق داشتن آخوندها بودن. همطور که من در این مقاله توضیح میدادم، سیا به آیت الله کاشانی و آیت الله بهبانی و طرفدارانها پول تقسیم کرده بود، یعنی اراذل اوباشی رو که اینها جمع کرده بودن برای کودتا، اینها تمام مجریان حقوق اجرت بگیر این گروه ها بودن. و یا خود خمینی، این خمینی که البته این رو با نهایت تأسف خود من باید اقرار بکنم که ما این رو قبل از انقلاب نمیدونستیم که این چه ضدیتی با مصدق داشته، چون در تمام نوشته هاش و در سخنرانی هاش و در مصاحبات مطبوعاتی یک بار نام مصدق رو نمیاره و فقط یادمه که یک خبرنگار خارجی روزی در تهران از او پرسیده بود که شما نظرتون راجع به مصدق چیه؟ او گفت آن مرد که نام میبرید به ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های سنتی بیگانه بود و شروع کرد حمله کردن به او و عبارت بسیار جالبی بکنم که او از خداوند سیلی خورد. و این بعداً میثاق پارسا در توضیح لازمی که در همین مقاله من در وبسایت میدل ایست آی داده، به نوشته که من اون رو نخونده بودم، به نوشته های خمینی باز ارجاع میکنه، میگه تنها در یک مصاحبه مطبوعاتی نبود بلکه بعد از انقلاب در نوشته. ما اینها رو اگر مطالعه کرده بودیم در چارچوب آسیب پذیری و ضعف هایی که اجازه موفقیت کودتای آسون و ارزون رو داد، به این واقعیت ها پی میبردیم و بعد به انقلاب دوم که میرسید، به 79 میرسید، اشتباهات گذشته تکرار نمیشد. یعنی یک ائتلاف، یک همبستگی ایرانیانی که علاقمند به نهادینه کردن نهادهای مدنی بودند، اینها ما رو از آخوندها جدا می‌کرد. ولی همه ما این اشتباه رو کردیم. اینه که هدف این مقاله این بود که ما باید در این امروز خوشبختانه چون دنیا عوض شده، احزاب عوض شدن، همه چی تغییر، مدینه های فاضله استالینیستی و ماویستی و کاسروی از بین رفتن و ایرانی ها استقلال رأی پیدا کردن، خیلی بومی فکر میکنن راجع به مسائل کشور، این امید هست که نسل های جوان امروز بیش از 70% از مردم ایران زیر 40 سالن، یعنی بعد از بچه کوچیک بودن یا بعد از انقلاب متولد شدن، و اینها به طور اجتناب ناپذیر بر ضد استبداد دینی این فاشیسم مذهبی حاکم بر کشور ما مبارزه میکنن.
امید من در نوشتن این مقاله اینه که این جوانان مطالعه بکنن اشتباهات، کوتاهی ها، ضعف ها، آسیب پذیری های پدران و مادران و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رو که در مبارزه با این رژیم استبداد کنونی خطاهای گذشته رو تکرار نکنن. این نکته اساسی بود که من در این مقاله میخواستم بحثم کنم. آقای دکتر بسیار هم به دقت این رو فرمودین، با اینکه مقاله است کوتاه و همونطور که خود شما هم فرمودین هدفتون بازشماری مسائل تاریخی و گفتن تاریخ و تحلیل تاریخ نیست، ولی نکاتی که درش آوردین و ببینید مثلا در نقطه شما میفرمایید که اونهایی که در این مسئله کودتا آمدن و همکاری کردن مثل کاشانی و بهبهانی شعارهای اون دوره رو آوردن در پس از اونها آدمایی که راه اونا رو تهیه کردن مثل خمینی و دیگران شعارهای اونها رو در انقلاب 57 به عنوان سطر شعارها گذاشتن و این درگیری با آمریکا و مخالفت با آمریکا رو یک روی اصلی کار خودشون کردن. دقیقاً ما بعد از این انقلاب با اینکه در دوره انقلاب حداقل افراد عناصری مثل رفسنجانی و خامنه‌ای و شرکا اینها تظاهر به این میکردن که نهضت ملی دکتر مصدق و مسئله و نهضت نفت دفاع میکردن، ولی در واقع همین عناصر دروغ میگفتن. یعنی بعد از اینها در زمان خمینی و با این مصدقی ها بعد از انقلاب بیشتر زجر کشیدن، بیشتر مورد ظلم و ستم این رژیم قرار گرفتن. امروز حتی مقبره مصدق و ایرانی ها نمیتونن برن ببینن، حتی خانواده او وقتی میخوان به احمد آباد برن باید از تشکیلات امنیتی اجازه بگیرن و تعداد مصدقی ها و چپی ها هم همینطور. ولی با نهایت تأسف باز یکی از اشتباهات اون دوره این بود که نیروهای چپ به دلیل اینکه گرفتار ایدئولوژی های خاص خودشون بودن، اونها میگفتن که خطر بزرگ که متوجه مارکسیسم لنینیسمه از نشنال بورژوازی میاد و مذهب و آخوندا اینها تریاک توده ها هستن، the opiate of the people. بنابراین اونا جدی نیستن، اونا مهم، اونا از نظر تاریخی نقش مهمی در تحول کشور نمیتونن ایفا بکنن، ولی نیروهای ملی و سوسیال دموکرات و لیبرال اینها چون در بخش متوسط جامعه پایگاه قابل توجهی دارن، اینا میتونن چالشی و یا رقیبی برای نیروهای چپ باشن. بنابراین اول نیروهای چپ گفتن که ما باید نیروهای ملی و لیبرال و سوشال دموکرات رو حاشیه نشین بکنیم، اینا رو از بین ببریم، برای اینکه آخوندها که قادر به حکومت کردن نیستن. دقیقا به اینجا که رسید خمینی این رو خیلی خوب فهمید، اومد استفاده کرد از نیروهای چپ برای نابود کردن لیبرال ها و سوشال دموکرات ها و ملیون، و وقتی از این جهت خیالش راحت شد جنایت و ظلمی به نیروهای چپ کرد که تاریخ از هزاران بار بدتر از اون کاری بود که به مصدقی ها کرد. میخوام بگم که علت این که داره مطرح میکنیم این نیست که راجع به گذشته بخوایم صحبت بکنیم، اینه که از این گذشته ما چی یاد میگیریم برای مبارزات حال و آینده. سوال اساسی اینه، وگرنه تاریخ گذشته اینقدر مطلب راجبش نوشته شده، بحث و جدل شده که واقعا اشاره کردن به اونها اتلاف وقته. ولی اشاره از این جهت که ما استفاده نکردیم از ضعف ها که بتونیم آینده رو در پیش بردن ائتلاف، من روی این موضوع بی نهایت تاکید میکنم. به طور اجتناب ناپذیر در کشوری مثل ایران یا مصر یا عراق یا سوریه نیروهای مترقی یا نیروهای به اصطلاح طرفدار تغییرات مدنی، اینا بین خودشون به طور اجتناب ناپذیر اختلاف دارن. ولی هماهنگی و همبستگی و نیروهایی که اونها را میتونه متحد بکنه خیلی، هیچ کجای دنیا دموکراسی نتونسته موفق بشه مگر اینکه نیروهای طبقه متوسط، خصوصا روشنفکران و کسانی که تحلیل سیاسی و اجتماعی و تاریخی دارن، تونستن تشکیل ائتلاف بدن، یعنی از مواضع حد اکثری خودشون کوتاه بیان، سازش بکنن و ایجاد یک ائتلاف ملی و مترقی در برابر نیروهای به طور اجتناب ناپذیر ارتجاعی که خواهان ادامه وضع کنونی هن بتونن موفق باشن. آرزوی ما اینه که این بحثا رو به شکلی مطرح بکنیم که نیروهای جوان ایران
از گذشته ها و خطاهای گذشته عبرت بگیره. سپاسگزارم آقای دکتر. من باز هم به بینندگان پیشنهاد میکنم به راحتی میتونن برن روی تارنما و این مقاله رو بخونن. این مقاله مسئله بازشناسی تاریخی نیست، بلکه مسئله ای است که از بازشناسی تاریخی، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، یک آینه میگه در برابر خودمون بگذاریم و ببینیم که تقصیرهای خودمون، شکست خودمون رو چگونه میبینیم و به امروز خودمون نگاه کنیم برای ساختن آینده و اون بخشی رو که فقط داریم بیگانه رو درش مقصر میدونیم، گذر از اون خودمون امروز داریم چه میکنیم. آقای دکتر، برای اینکه میخوام از این بخش عبور بکنم، ولی یک پرسش هست. شما در این 38 سال به نکته‌ای که دیده میشه در اپوزیسیون، گذشته از این که با هم دیگه اون حد نیازهای حد اکثری خودشون رو در اولویت گذاشتن و حاضر به نزدیک شدن هم با هم نیستن، چه نکته دیگه ای رو که ایجاد این تشتت رو میکنه که سود اصلی رو جمهوری اسلامی بره، دو تا گروه نمیتونن با هم متحد بشن، در اون میبینیم؟ تا حالا نتونستیم، ولی به نظر من حداقل در مقایسه با وضعیتی که ما قبل از انقلاب در خارج از کشور داشتیم، امیدوار کنن. بخش قابل توجهی از نیروهای فعال گذشته که اینها به طور کلی دلزده شدن و کنار رفتن، ولی تعداد قابل توجهی از نیروهای چپ و ملی، اینها دارن با هم دیگه عملا همکاری، ولی این همکاری هایی که همکاری فقط فکری نیست. ایرانی ها به هیچ وجه مشکل فهم ندارند. وقتی راجع به فهم دموکراسی، تجزیه و تحلیل سیاسی میرسیم، ایرانی ها و روزنامه ها و مجلات و گفتگوهای ایرانی ها رو که میخونید، آدم دانشمند، آدم فهمیده بین ایرانی ها خیلی زیاده. مشکل ما رفتاره. اینه که فقط اگه شما یک چیزی رو تو کله خودت از نظر فکری و تحلیلی درک بکنی و بفهمی، به راحتی اونو تبدیل به رفتار و کردار خودت نمیتونی بکنی. یعنی اینکه امروز و دو نفر سه نفر وقتی با هم راجع به یک موضوعی بحث میکنن که با هم اختلاف نظر دارن، بلافاصله شروع میکنن انگیزه همدیگر مورد سوال قرار دادن. شما همین که در یک بحث سیاسی انگیزه رقیب رو مورد سوال قرار بدی، بحث منطقی تموم شده. برای اینکه اون طرف میگی اصلا حسن نیت نداره و هدف او به طور کلی ایجاد وضع بهتری در جامعه نیست. من فکر میکنم که تغییرات شده. الان من امروز وضع امیدوار کننده تر از هر گذشته ای شده، خصوصا اینکه در داخل کشور که در واقع مبارزات اساسی در داخل کشور انجام میشه، این به صورت فاندمنتالیسم، این بنیادگرایی مذهب به فاشیسم کشیده شد، به ورشکستگی کشیده شد، و این بخش قابل توجهی از جوانای ما رو در 20 سال قبل از انقلاب تحت تاثیر گذاشته بود. ما هر انتقادی که از شخصیت‌های مثل شریعتی، بازرگان، بنی سعد، غیر ذالک داریم، بسیاری از این انتقادها از نظر تئوری، از نظر فلسفی، از نظر منطقی صحیحه، ولی واقعیت امر اینه که این افراد با نوشته های خودشون بخش قابل توجهی از نیروهای تحصیل کرده و متوسط ایران رو جذب خودشون کردن. اینا اعتقاده به عنوان یک واقعیت سیاسی. بحث منطقی یا بحث فلسفی در مقابل با اینا، اون برای خودش یک الزام خاص خودش رو داره، ولی این گروه به اینجا رسیدن که اون مدینه فاضله اونها هم در واقع جهنم از آب در اومد. یکی این بود. بخش دومی که به نظر من امید زیادی ایجاد کرده، در ایران ما، در مصر، در عراق، در سوریه، یک بخش قابل توجهی از روشنفکران و در بقیه دنیا تحت تاثیر مارکسیسم لنینیسم بودن، تحت تاثیر اتحاد جماهیر شوروی بودن، تحت تاثیر چین بودن، که این کشورها هم دیدیم که در حال اون برنامه هایی که داشتن و هم از نظر اخلاقی و معنوی، خصوصا در روسیه گذشته، اینا هیچ ارتباطی با ایدئال های رومانتیک طرفداران خودشون در خارج نداشتن. بنابراین امروز نسل های دو نسلی الان کسانی که در ایران سیاسی فکر میکنن و به مسائل مدنی میپردازن، اینها واقعا خیلی بومی فکر میکنن، توجه زیادی به حقوق بشر دارن، در حالی که ما در زمان مصدق و یا در 20 سال قبل بعد از دوران مصدق بحث حقوق بشر بین ایرانی ها وجود نداشت. نیروهای چپ حقوق بشر رو
به طور کلی طرح میکردن، میگفتن یک امر بورژوازیه. مسلمان هم از یه طرف اصلا و ابدا توجهی نداشتن، یه گروه های خیلی محدود، شخصیت های محدودی بودن که اینا راجع به حقوق بشر، البته هر کدومشون وقتی یک فردی از گروه اونا به زندان میافتد از حق او دفاع میکردن، ولی از حق آزادی بیان برای همه دفاعی نمیشه. امروز این تغییر کرده، امروز یک تغییر بسیار اساسی و جالبی که در ایران شده اهمیت مبارزات زنان و رهبری زنان در مبارزات ایران، که امروز می‌بینیم بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران، کسانی که در شرایط سخت مبارزه می‌کنند، جوانانی هستند، زنانی هستند که بعد از این انقلاب متولد شدند و یا بچه‌های کوچکی بودند و اینها دیگه به خارج از مرزها نگاه نمی‌کنند. و این دوتا به اصطلاح بنیادگرایی، بنیادگرایی اسلامی و بنیادگرایی مارکسیست‌لنینیستی، اینها واقعا از بین رفتن به عنوان تئوری ها و یا ایدئولوژی هایی که جذابیتی برای نیروهای سیاسی داشته. محیط اجتماعی در ایران برای مبارزات آینده بسیار پیشرفته تر و بهتر از گذشته شده و نقش نسل های ماها که در خارج از کشوریم، بهترین راهی که ما بتونیم به این مبارزه در داخل کشور کمک بکنیم دید انتقادی به گذشته های خودمونه و توجه به این هم، چون از آزادی برخورداریم و اینترنت به ما اجازه میده که راحت با مردم، با مبارزین در ایران در گفتگو باشیم، اینه که در خارج از کشور ما باید سعی بکنیم که این تمایلات مترقی که به طرف ائتلاف گرایی، به طرف کوتاه اومدن از خواسته های حد اکثری پیش میره، مشوق اونها باشیم و مشوق بودن اونها یکی از راهاش به این تو آب خطاها و اشتباهات و گذشته خودمون اعتراف بکنیم و بگیم که ما به هر حال این اشتباهاتی بوده که این نسل کرده و چه درسی شما میتونید از اینها بگیرید. این گفتگویی که امروز بین نیروهای خارج از کشور و فعالین خارج از کشور، برنامه‌هایی مثل مال شما و در داخل ایران وجود داره، این میتونه یک منبع بسیار جالب و به نظر من سازنده یک حرکت اجتماعی باشه که از تندروی، از ایدئولوژی های مطلق‌گرا و از مثلا کلمه پود سازش، این دموکراسی بدون سازش یعنی کامپرمایز. در بازار ما یه اصطلاح جالبی داریم که کاسبا و تجار ازش استفاده میکنن، کنار اومدن. دقیقاً اون کنار اومدن به نظر من شبیه بسیار زیادی به کامپرماز، ولی کامپرماز یک مقوله است، یک کانسپته. بدون سازش غیر ممکنه بتونیم دموکراسی داشته باشیم، برای اینکه آدما، و این نکته بی نهایت مهمه، انسان ها در هر کجا و در هر زمانی که زندگی کردن و میکنن، 1000 سال قبل، 500 سال قبل، امروز در آمریکا، در دانمارک، در ایران، در ترکیه، اسپانیا، این انسان‌ها وقتی میخوان به مسائل مشترک اجتماعی برسن به طور اجتناب ناپذیر با هم اختلاف دارن، اختلاف عقیده دارن، اختلاف ارزش دارن، اختلاف اعتقادی دارن و اختلاف شخصیتی دارن. اینا جزء طبیعت انسانه. یه جور که ولی آیا این اختلافات در ایران همون جور باش برخورد میشه که در دانمارک یا در سوئد؟ وقتی این اختلافات رو به طور به عنوان پدیده‌های اجتناب ناپذیر طبیعت انسان بهش توجه بکنیم، در اونجا این اختلافات یا با شمشیر یک زورگو و مستبد میتونه از بین بره و یا با همکاری اون چیزی که بهش میگیم دموکراسی. یعنی این نقطه‌ای که من دارم میگم، این فرض ننوشته، preconception، فرض ننوشته دموکراسی میگه این اجتناب ناپذیر. ما من بسیار اداره این یعنی همکاری بین نیروهایی که اعتقاد بشته و همیشه هم در اجتماع عناصری هستن که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایل سنتی یا به دلایل طبقاتی با این نوع دموکراسی مخالفن. قوم با این نوع دموکراسی مخالفه، سرمایه‌داران بزرگ با این نوع دموکراسی مخالفن، فاشیستا با این دموکراسی مخالفن. بنابراین اون کسانی که میخوان این ایجاد بکنن، کسانی هستند که طرفدار کامپرماز، یعنی طرفدار سازش
و ایجاد اختلافات. بدون این مدنیت امکان پذیر نیست. در هیچ کجای دنیا ما نداریم کشوری رو که این اختلافات وجود نداره، ولی طیفی درست بکنیم، یک کشوری هست مثل کره شمالی یا مثل ایران یا مثل سوریه که این اختلافات با جنایت حل میشه، با کشتار حل میشه. جاهایی هم هست که این اختلافات با بدبستون، با کنار اومدن، با کامپرمایز حل میشه. حالا این وسط، این به همین دلیل هم هست که دموکراسی در هر کشوری با کشور دیگه فرق میکنه و حتی هم که در اوائل صحبتاتون توضیح میدادید، حتی در کشورهای دموکراتیک ممکنه با دیوارهای روبرو بشن مثل این آقای ترامپ، که باز در اینجا با اینکه ترامپ با همه این جنونی که این مرد از خودش نشون میده در نظر سیاسی که به هیچ چی اعتقاد نداره به جز ترامپ و منافع مادی خانواده خودش، وگرنه هیچ اعتقادی به هیچ چی نداره، حداقل در برابر این به دانشگاه های اینجا میرین، به گروه های مدنی اینجا میرین، به شخصیت های مبارزه و مقاومت در برابر این زیاده. یعنی در این سیستم دموکراسی اگرچه یک آدم واقعا غیر قابل توصیفی که اومده امروز سر کار، این خطری برای جامعه شده، ولی در برابر این خطر مقاومت‌های قابل توجهی هست که میشه به اونها امیدوار بود برای خونسا کردن اعمال و رفتار این آدم در طی 3.5 سال آینده. سپاسگزارم آقای دکتر. برویم سر یک موضوع خاص. خانم نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، رفتن با آقای آمانو دیدار کردن. تلاششون بر این هستش که ایران مورد بازرسی قرار بگیره، نقاط خاصی، و در سخنانشون هم اشاره کردن که در ایران به طور یواشکی یا زیر پنهانی دارن کارهایی انجام میدن و بهتره که از اون پیشگیری بشه و نگاه بشه. ایران نسبت به اون واکنش نشون داد. نظر شما رو میخواستم در مورد این حرکت آمریکا در حالی که کشورهای 5 به اضافه 1 به نوعی تأیید کننده این توافق هستن، آمریکا دو سویه بازی میکنه. در کاخ سفید بخشی هستن که میگن که ایران رعایت کرده ادامه بدیم، بخشی هستن که میگن که نه، باید رفتار دیگری داشت. و الان این درخواست خانم نیکی هیلی خیلی مسئله ساز شد. ببینید، پرزیدنت اوباما اومد مسئله هسته‌ای رو، یعنی برنامه هسته‌ای ایران رو به کلی جدا کرد از فعالیت‌های ایران یا بلندپروازی‌های ایران در منطقه خاورمیانه. اینو جدا کرد، گفت ما با ایران برای مهار کردن برنامه هسته‌ای ایران توجه نمی‌کنیم که ایران در عراق و سوریه و لبنان و یمن چی کار میکنه. این از نظر امنیت آمریکا و یا امنیت منطقه از اهمیت بالایی برخوردار. اومدن و این برجام رو تونستن بهش به این توافق نامه برسن. و این توافق نامه هم ایران به دلیل فشارهای اقتصادی وسیعی که روی کشور اومد، بعد از خرج کردن صدها بیلیون دلار برای برنامه هسته‌ای کشور مجبور شدن، چون رژیم ایران هم یک رژیمی که فقط اسلام در خدمت قدرته، امام حسین و امام حسن عناصر قدرتن، استفاده میکنن از تمام این، وگرنه همه میخوان شهید بشن، ولی در خانواده های آخوندهای ایران شما یکی رو پیدا میکنید شهید شده باشه از خانواده خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و غیر ذالک. از این جهت بعد این جدا، بعد تغییری که در آمریکا شده به دو دلیل الان دولت ترامپ، نه تنها او بلکه این سه تا جنرالی که با واقعیات خیلی خوب آشنان، جنرال مرس و جنرال مکمستر، اینا کار کردن در منطقه، منطقه رو خوب بشه. اینا میگن که میخوان بیان بگن که درسته که ایران به تعهدات خودش بر مبنای برجام عمل کرده، ولی میخوان بگن که ایران استفاده که از این موقعیت و فعالیت‌های خودش رو در سوریه و در عراق و در لیبی و در یمن و در جنوب لبنان حزب الله ادامه داده. بنابراین اینا میان میخوان بگن که پذیرش برجام از نظر دولت کنونی بستگی به این داره که ایران فعالیت‌های خودش رو در منطقه خاورمیانه محدود بکنه یا یا تعطیل بکنه. حالا چرا این موضوع مهم شده؟ اولا رابطه ایران و آمریکا
واقعا یک در از 11 سپتامبر تا کنون یک رابطه به اصطلاح سورریاله، به این معنا که در عین دشمنی، در عین پرخاشگری، در عین تهدید که اینا در طی 16 سال گذشته قبل از اونم داشتن، ولی من 11 سپتامبر رو خصوص، ولی در ضمن همکاری های زیادی کردن برای حمله به عراق. ایران نقش قابل توجهی در خدمت آمریکا بازی کرد، حتی وقتی نیروهای سپاه پاسداران که سربازان عراقی رو، شیعه های عراقی رو در ایران داشتن تمرین نظامی میدادن، مسلح میکردن، آمادش می، گروه البرد رو درست کردن که حدود 12,000 عضو داشت و آیت الله های عراق در این جوده، کنگره آمریکا لایحه‌ای پس کرده بود که سالی 25 میلیون دلار به فعالین عراقی که در ایران بودن بده و دقیقا این پولا رو به سپاه پاسداران میدادن برای آماده کردن گروه بعد. در افغانستان ایران کمک همکاری نزدیکی با آمریکا برای شکست طالبان کرد و همینطور در عراق. اینها چرا این منافع مشترک؟ منافع مشترک اول بر ضد صدام بود، منافع مشترک طرفین بر ضد طالبان بود که همکاری کردند، و بعد با پیش اومدن داعش در عراق، در سوریه، یک بار دیگه ایران و آمریکا همسو و همجهت کار میکردند. یعنی خیلی جالبه که در طی این 16 سال گذشته ایران و آمریکا هم دشمن بودن، هم همدیگر رو تهدید میکردن، مرگ بر آمریکا میگفتن و آمریکا ایران رو تهدید میکرد، ولی در این حال در عراق، در سوریه اینا با هم همکاری میکردن، حتی در رابطه با مسائل کردها که اینا از نظر اسناد و مدارک خود آمریکایی‌ها خیلی اینا رو روشن کرد. چه اتفاقی حال افتاد؟ حالا که داعش داره شکست میخوره در عراق و در سوریه، قدرت اینها روز به روز داره کمتر میشه، این اختلاف بین ایران و آمریکا که تا حالا به سر دشمن دشمن دوست توه، ولی این یک همکاری کوتاه مدت و تاکتیکی بود، نه همکاری بر مبنای اهداف یا ارزش‌های مشترک. اینه که این هر وقتی داعش از بین بره، اختلافات آمریکا و ایران در منطقه خاورمیانه تشدید میشه. بنابراین امروز دولت ترامپ میخواد به ایران بگه که ادامه تعهد ما به برجام اینه که فعالیت‌های شما در عراق و در سوریه و در لبنان محدود بشه در اون مشکلی که در اونجا دارن، و این اختلاف مذهبی جنگ شیعه و سنی هم که ایران با عربستان سعودی داره، از یه طرف هم ایران آمریکا داره با عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس هم کاری میکنه، ایران فکر میکنه که این هم در واقع نوعی نقض برجام. خیلی جالبه که اینا هر دو طرف بیان میگن یکی برجام، یکی متن برجامه، یعنی متن این توافق نامه است، یکی روح برجام، راجب روح برجام صحبت میکنه. دارید اصلا چیزی به اسم روح برجام، یعنی روح برجام در واقع یک استعاره تاکتیکی ابزاری سیاسی شده که اینا با هم جنگ سیاسی داشته باشن. بنابراین امروز خانم هیلی رفته اونجا شروع میکنه برای اینکه میخواد حقوقی مسئله رو مطرح بکنه. وقتی به بلند پروازی ها و دخالت های ایران به کشورهای خاورمیانه میرسه، اونجا بحث سیاسیه، ولی وقتی بحث روی برجام تاکید میکنه، حقوقی میشه. به این دلیل که شورای امنیت تاییدش کرده، 5 کشور بزرگ دنیا تاییدش کردن، آلمان تاییدش کرده، میاد میگه چی؟ میگه که ما برای اینکه مطمئن بشیم ایران داره به تعهدات خودش عمل میکنه، باید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بده که از مراکز نظامی ایران هم بازرسی بکنن. و بعدم اینه که در توافقنامه که در شورای امنیت تصریح شد، که این توافقنامه در واقع گفت که ایران نباید موشک‌های بالستیکی بسازه که قادر به حمل سلاح هسته‌ای باشن. اینجا باز دوباره سوال پیش میاد که این تا کی آیا هست یا نیست.
از اینا استفاده میکنن، نه به این دلیل که نگرانی اصلی اینه، نگرانی اساسی سر رقابت و تقابلیه که آمریکا و دوستانش در خاورمیانه با ایران دارن، ولی چون میخوان بحث حقوقی بکنن و با مطرح کردن اینکه ایران داره به تعهدات خودش رو به برجام نفی میکنه که بتونن اتحادیه اروپا و حتی تا حدود چین و روسیه رو دوباره به شورای امنیت بیارن، تاکید رو میذارن روی بحث حقوقی، یعنی گسترش دادن بازرسی مراکز نظامی و مسئله حمل موشک‌های بالستیکی ایران. ولی واقعیت امر اینه که اختلاف بین ایران و آمریکا، اختلاف بین کشورهای عربی خلیج فارس و ایران در منطقه خاورمیانه خیلی اساسی تر از اینه و به طور اجتناب ناپذیر این اختلاف ادامه پیدا میکنه، یا اینکه بتونن سازشی با هم دیگه بکنن، یا یک نفر یک سو کوتا بیاد، که به نظر من بسیار بسیار بعیده که آمریکا در این کشور با این سرمایه‌گذاری های عظیم اقتصادی و سیاسی در اونجاها کردن، آمریکا اجازه بده که ایران بیاد کنترل عراق، نقش مهمی در سیاست عراق و در سوریه ایفا بکنه و اینها حاشیه نشین بشن. بسیار بعیده. اینه که آینده این خطر بین این دو کشور هست که یک جرقه ناخواسته‌ای بین این دو کشور در منطقه خلیج فارس بتونه یک تصادم نظامی ایجاد بکنه، که در اینجا توجه داشته باشیم که سیاست ایران هیچ ارتباطی با منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت کشور نداره به هیچ وجه. رژیم ایران تمام فعالیتش که در چارچوب اعتقادات و منافع سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک آخوندهایی که سر کارن، یعنی که این بین این دوتا اختلاف وقتی راجع به سیاست خارجی کشور میخوام تجزیه تحلیل بکنیم، یکی بر مبنای منافع ملیه که منافع ملی در رابطه کارهای ایران جز ظلم و جنایت برای منافع ایران، مثلا گروگانگیری فاجعه بود برای ایران، 15 بیلیون دلار پول ایران رو بانک‌های خارجی خوردن، ولی برای رژیم ایران با استفاده از گروگانگیری ابزاری بود که بتونن نیروهای چپ و نیروهای ملی رو از صحنه خارج بکنن و توده‌ها رو بسیج بکنن و در رابطه با احساسات ضد آمریکایی در خاورمیانه ادعای رهبری بکنن. یعنی از نظر منافع بلند پروازی ها و اعتقادات و خواسته ها و فرصت طلبی های سیاسی رژیم، گروگانگیری دستاورد بزرگی برای رژیم بود، ولی برای جامعه ایران فاجعه بود. جنگ ایران و عراق بعد از 2 سال اول که نیروهای عراق از ایران خارج شدن، در اون موقع عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس به ایران پیشنهاد دادن که 20 بیلیون دلار قرابت جنگی به ایران بدن که ایران آتش بس رو با عراق بپذیره، که اون به نفع مردم ایران جام، ولی آقای خمینی میخواست از راه کربلا بره قدس رو بگیره. درست. که این باز برای فعالیتاش و بلند پروازیهاش تبلیغات خوبی بود، ولی برای منافع ملی ایران فاجعه. آی دکتر، یه چند دقیقه بیشتر ما وقت باقی نمونده، حتما میخوام این پرسش رو داشته باشم از شما، در مورد این طرح تازه افغانستان چه فکر میکنین و مسئله برحال چه اندازه ایران میتونه بار دیگر در کنار آمریکا باشه یا روبروی آمریکا باشه در قضیه افغانستان و طالبان؟ برنامه آمریکا در افغانستان شکست خورده، به این معنا که انتظار آمریکا این بود که دولتی در اونجا تشکیل بشه که این دولت تمایلات غربی و حمایت از آمریکا داشته باشه، حتی اگر لازم باشه که به این کشور کمک‌های اقتصادی و نظامی وسیع بشه. ولی واقعیت امر اینه که دقیقاً همون گروه‌هایی که در دهه 80 ایران، عربستان سعودی و آمریکا، ایران هم کمک کرد، اینها در موقعی که بر ضد روس‌ها که در افغانستان بودن می‌جنگیدن، طالبان از اونجا شروع شد، ایدئولوژیش از عربستان سعودی اومد، امکانات نظامیش و تربیت نظامیش از آمریکا، و این در پاکستان تمام گروه‌هایی که تربیت می‌شدن، آموزش می‌دیدن که برن در افغانستان بر ضد دولت طرفدار روسیه بجنگن، در اینه که نی آمریکا واقعا که در این کشورهای بزرگ وارده تصمیماتی میگیرن در سیاست خارجی، انقدر دنیا
پیچیده است، انقدر مشکلات زیاده که همیشه پیامدهای ناخواسته و یا حتی پیامدهای غیر قابل تصور در تصمیمات دولت ها میتونه وجود داشته باشه. مثلا در آمریکایی‌ها 10 سال در ویتنام جنگیدن، 3.5 میلیون ویتنامی کشتن، 60 میلیون آمریکایی کشته شد، بیش از 300 بیلیون دلار خرج کردن و آخر سر دیدیم با چه خفتی اومدن بیرون. و خیلی جالبه که اسناد و مدارک نشون میده که حتی از زمان کندی اینا میدونستن که امید پیروزی در اونجا نیست، ولی میگن که اعتبار ما سرمایه‌گذاری های وسیع امنیتی و اقتصادی طوری است که نمیتونیم به راحتی بیان بیرون. یعنی باز در اینجا برمیگردیم به یک خصلتی که در انسان‌ها وجود داره که شما یک وقتی وارد یک درگیری میشی، هر چقدر بیشتر اون درگیری ادامه پیدا کنه، بیرون اومدن ازش سخت‌تر میشه. این مشکل آمریکا در افغانستان بسیار بعیده که با بمبارون و یا کشتن در افغانستان بتونن امنیت ایجاد کنه. اگر در افغانستان امنیتی بخواد ایجاد بشه، این امنیت فقط میتونه در نتیجه همکاری گروه هایی که خودشون رو طالبان میدونن، چون بخش قابل توجهی از مملکت تحت تاثیر اونان، و گروه هایی که امروز حکومت میکنن در اونجا. دموکراسی، امنیت، مدنیت کالا نیست که یک کشوری با زور بتونه به کشور دیگه ببره. این ارزش ها فقط از داخل جامعه میاد و با همکاری و دخالت مردم اونجا. اینه که قصه هایی که امروز اینا دارن راجع به افغانستان میگن شبیه قصه هایی است که راجع به ویتنام گفتن و یا قصه هایی که راجع به لیبی و غیر ذالک میاد. این دخالت های آمریکا در خاورمیانه نتایجش جز استبداد و آدمکشی و آوارگی هیچ چیزی دیگری برای مردم اون منطقه نبوده. سپاسگزارم آقای دکتر، به امید گفتگو در آینده و به امید اینکه اگه تشریف آوردین کالیفرنیا دیداری داشتین حتما در خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم، موفق، روزگارتون خوش. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه میرسید. فکر کنم یک دقیقه من وقت دارم. برای این یک دقیقه بار دیگر اشاره میکنم به کسانی که میخوان کمک مالی به برنامه تلویزیونی من بکنن. راهش خیلی مشخصه، به سادگی میتونن با خرید کتاب‌های آقای دکتر بابک‌نیا، کتاب 4 جلدی هولوکاست که در این زمینه منتشر شده، 2700 صفحه کتاب هست که از آثار قوی در نظر پژوهشی است در زمینه هولوکاست، میتونن با اون، با خرید اون کتاب که همه درآمدش رو قرار شده که به برنامه من آقای دکتر بابک‌نیا کمک کنه، میتونم این برنامه رو کمک کنم. بر راحت ترین راه برای اینکه بدونن چگونه میتونن سفارش بدن یا چگونه کمک مالی کنن، با این شماره تماس بگیرن. اریا کد 949 771 45 19، و یا آدرسی که در زیر اون نوشته شده اگر میخواین کمک مالی ارسال کنن، میتونن به آدرس 5319 یونیورسیتی درایو، شماره 129 ارواین، کالیفرنیا 92612 تماس بگیرن، یا با ایمیل من تماس بگیرن بهشون میگم. ولی آسان ترین راه این است که تلفنی گفتگو کنن. 949 771 45 19. سپاسگزار بهروز مشکینیار عزیز هستم که برنامه رو با ما همراهی کرد. سپاسگزار شما هستم که بیننده این برنامه هستین. یک نکته چند ثانیه‌ای، و اون که دوستان به من می‌نویسن آقا در برنامه به این موضوع اشاره نکردین، خبر مهمی بود. هنگامی که برنامه پخش میشه و پس از اون باز پخش داره، بسیاری رویدادها در این زمینه اتفاق میفته که خود به خود ما نمیتونیم در باز پخش اون رو جایگزین بکنیم، جاسازی بکنیم. به این ترتیب حمله بر کوتاهی نیست، بلکه ما تلاش میکنیم که روزآمد باشیم، ولی برنامه‌ای که باز پخش میشه خود به خود بیرون از این مسئله است. برای مردم ایران آرزوی آزادی، برای مردم جهان آرزوی صلح میکنم. روز و روزگارتون خوش.